از پیش به لحظه شروع مبارزات که امام راهبمون آغاز کردن لحظه همراه انقلاب بوده. صحبت از 60 سال پیشه به تا امروز. ما میدونیم امام چی میخواستن، ما میدونیم اساس تفکر امام چی بود. امام حتی در مبارزاتشون وقتی که پیشنهاد میآمد که مثلا در اسلحه استفاده بشه، از قرار استفاده بشه، با فلان حزب هم کاری بکنیم، امام مفرمون که من میخوام مردم شما هر چی میتونید کار بکنید در مردم ما مبارزات آشنا بکنید. به ما کلمه ها مفرمون شماها رسالتتون اینه دارید منبر بره مسجدها بره مسلمیها مستها توضیح بدید که ما چی میخواهیم. مردم اگر هم کار باشن ما همه چیز داریم. مخالفت نمی کردن که گروه ها احزاب اینا هم مبارزه بکنن، ولی این رو اونی که انقلاب اسلامی بود همون راه پیغمبر بود که اول مردم رو با میل خودشون به اختیار خودشون و اعتقاد خودشون بیارن پای کار. این هنر بزرگ امام بود که موفق شدن. کمتر از 20 سال طول کشید که مردم آنچنان آگاه شدن. از اینه یه برداخت جدید بده، زندانی بده، تبدیل امام رو بشید، خیلی چیزا بشید، ولی سود رو خیلی بیشتر بود. مردم آنچنان آگاه شدن که شما اونایی که سنشون اقتضا میکنه میدونن که یکی دو سال آخر مردم چطور تو خیابون ها برن و همین خیابون های پر از نیروهای حامی امام و معتقد و همراه امام کمر دولت بسیار مقروب و متکبر رژیم پهلوی رو که اون موقع از ارتجاع و شرق و غرب کمک میگرفت به خاطر گرفت شدن نفت هم انبار پولش پر بود، هر کار میخواست بتونست بکنه، ولی این مردم اومدن و اونچنان وقت مردم اونها رو گرفت که بل کردن رفتن و اینجور پیروز شدیم. بعد از انقلاب هم ما با امام تقریبا روزانه کار کردیم. امام معنای فکریشون همه چیزشون این بود که حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه، اگر مردم راضی نباشد این حکومت انجام نمیشه. و یک روایت من از زمان امام شنیدم، اون موقع نپرسیدم سندش کجاست، بعدا خودم رفتم سندش رو پیدا کردم. روایت جالبیه که مبنای استدلال امام بود، البته خیلی بیش از ایناست، ایشون هم منابع قرآنی هم فکری فراهم میکنه، این روایت سریه رو نقشی که امام به مردم میدادن. من اون روایت رو یادداشت کردم از کتاب کشف المحجم و سید ابن طاووس، یکی از علمای بسیار با ارزش قرن هفتم ماست که شخصیت بسیار ارزشمند. این روایت رو مشکلی خواهش میکنم. این مبنای تفکر نه اینکه این فقط سریع‌تری میشه که این روایت این که خود علی بن ابی طالب بفرماید که یک روز پیغمبر در همون روزهایی که عرض کرد و پیغمبر محموم بود و نگران آینده بود در سال آخر عمر، او رو به علی بن ابی طالب گفته، یک بن ابی طالب لکه ولا امتی، این بعد از ربیعه بود، تو ولی این امت هستی. این روایت نمی‌خواست چیزی که خدا داره فرم روایت فَإِنْوَلَّوْكِ الْأُمَّةِ فَإِنْوَلَّوْكِ فِي آفِيَتِنْ وَأَجْمَعُ عَلَيْكِ بِالرَّضَى فَقُمْ بَعْدَهَا. اگر دیدی این مردم راضی بودن و آمدن تو رو قبول کردن و به شما این سمت رو دادن با اجماع، اجماع نسبی هم در تشاق اجماع کام نمیشون، یعنی به اندازه کافی لاغل اکثریتشون جمع شدن به شما، اگر آمده شما به وزیر و متولی امامشون رو کارشون اصلاح کنید ادام بودید قسمت بعدی شده این اختلاف کرده، اگر بودی اختلاف کرده و نیومده اون مقداری که باید بیان با تو به نختلف و علک که دعا کنید همیشون کنید.
فدعه ما فيه اجر الفريق الكلام قدس فدعه ما فيه لان الله يجعل لكما خرج وخلقنا بيته راضي في بول فرنسا بعد فرنسا في روايات الزروايات المؤتمرة نبلش بسنة المؤتمرة لكما روي الفرنسي بن طاووس نینکه بگم این روایت داریم خیلی داریم کتاب داریم کتاب ها داریم این روایت سریع رو کندم مبنای این بوده مبنای حکومت پیغمبر این بوده ما تو جمهوری اسلامی بناشون این کار رو کنم بناشون با هم با این مردم باشیم این مردم خیلی خوب بودن و بر اساس همون تفکر امام ما روزی که مهندس آزرگان رو به عنوان رئیس دولت موقت معرفی کردن ما امروز دولت تحریف گرفته بود یعنی اون وقتی ها اینجا بود اون دولت داشت اما ما اینقدر عجله داشتن که کاران رو مردم بدیم تو حکمی که تو مهندس آزرگان دادن اینا خوندم شما ببینید همون روزشون بگید شما اولویت بدین اسکر بدن دوره جورای انقلاب کوتاه کنید زودتر مجلس تشکیل بدید قانون اساسی رو بنویسید که از اونگاه مردم قانون اساسی جدید اسلامی زندگی کنند. وقتی که قانون اساسی رو تحییه می کردیم قبل از اینکه رو من از پول رو بریم اما روش نظر دادن به اون اصولی که مربوط به مردم می شد ایشون تقویت کردن شوراها دیگران مطرح کرده بودن اما اونها رو تقویت کردن و کار از لحاظ قانون اساسی همه چیز کشور ما به رأی مردمه همه از رهبری بگیرد که باید مردم خبرگان را انتخاب کنند خبرگان رهبری یعنی مخلوق رأی مردم بیایید رئیس جمهور مردم باید مستقیم انتخاب کنند مجلس باید مردم مستقیم انتخاب کنند شوراها را مردم باید مستقیم انتخاب کنند و افرادی که بعد از اینها سمت میگیرند به اتکای رأی مردم یعنی این مردم هستن این حکومت دینی است این جمهوری اسلامی لحظه تشکیلاتی نیست هم جمهوری زن اسلامی گفتم 3000 بار اسم قرار شد که شما نگید که من زودتر تمام بکنم خیلی بکسد که جمهوری اسلامی یک لفظ نیست یک واقعیتی است که از اطلاع